یکی از بهترین راه‌های یادگیری زبان ایتالیا، بهتر بگم تقویت زبان ایتالیایی، استفاده کردن از فیلم‌ها و سریال‌ها یا گوش دادن به پادکست‌ها و همچنین ترانه‌ها و موسیقی ایتالیاییه. توی این پلیلیستی که از امروز تصمیم گرفتم که بسازمش، قصد دارم تا بهترین و شاخص‌ترین ترانه‌ها و موسیقی‌های ایتالیایی رو از بهترین و معروف‌ترین خواننده‌های این کشور انتخاب کنم و توی کانال توی این پلیلیست قرار بدم. هر کدوم از این ویدیوها یک به یک ترانه با هم دیگه گوش میدیم، اون ترانه رو آنالیز میکنیم از لحاظ گرامری، از لحاظ لغتهایی که در اون ترانه استفاده شده و سعی میکنیم که یک چیزی از هر ترانه یاد بگیریم. این قضیه برای همه سطوح در واقع زبان ایتالیایی کاربرد داره. شما میتونید با هر سطحی از زبان ایتالیایی شروع بکنید به گوش دادن این ترانه ها. متن ترانه ها و در واقع ترجمه متن ترانه ها رو هم توی دسکریپشن هم توی کانال تلگرامی سیدیچه قرار میدم که اگر دوست داشتید میتونید توی اون کانال هم عضو بشید از این آدرسی که این پایین براتون میذارم. سلام، من سیاوشم، اینجا کانال سیادیچه است. توی این کانال به صورت هفتگی ویدیوهای قرار میدم و راجع به زبان ایتالیایی، اصطلاحات پرکاربرد در این زبان و همچنین تجربیات خودم از زندگی و کار در کشور ایتالیا صحبت میکنم. اگر به این مدل محتوا علاقه‌مندید، پیشنهاد میکنم تا حتما توی کانال سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید، روی آل بذارید و اینجوری به واسه اینکه ویدیو جدیدی منتشر بشه از اون با خبر میشید و میاید و ویدیو رو تماشا میکنید. حالا بدونی که وقت تلف کنیم، بریم سراغ ویدیوی امروز که ترانه ای هست از لوچو دالا، یکی از بزرگترین خواننده های ایتالیایی که متاسفانه از این دنیا رفته. اهل شهر بولونیای ایتالیا، استان امیلیا رومانیا، و ترانه های مشهور بسیار زیادی داره. اگر شما به شهر بولونیا برید، اون کوچه یا اون خیابونی که دالا در اون زندگی میکرده، هر سال تزیینات در واقع سال نو و کریسمسی که اونجا انجام میشه، چراغونی هایی که در واقع انجام میشه در خیابون، یک ترانه ای داره به اسم لنو که ورا، یا سالی که داره میاد، که این ترانه رو گویا به یکی از دوستانش که از دنیا رفته بوده در واقع برای او سروده و اجرا کرده بوده، که متن این ترانه رو به شکل چراغ‌های LED که توی خیابونا میذارن از دو طرف خیابون آویزون میکنن و کل اون خیابون میشه ترانه یا متن ترانه‌ای که در واقع دالا خونده بوده. البته توی این ویدیو به اون ترانه ما کاری نداریم، بعداً راجع به اون ترانه هم صحبت میکنیم. یکی دیگه از ترانه‌های دالا به اسم لا کازا این ریو آل ماره، از آلبوم استوری دی کازا میا، یا داستان‌های شهر من، داستان‌های محل زندگی من، انتخاب کردم براتون که ترانه بسیار زیباییه و با هم دیگه به این ترانه گوش میدیم. چقدر تم شرقی داره در واقع ترانه، انگار همون اندوه شرقی که در ترانه‌های سمت ما در واقع هست توی این ترانه هم هست، اپرزنته و شنیدنش رو دلچسب‌تر میکنه برای ما. dalla sua cella lui vedeva solo mare. dalla sua cella میگه lui vedeva solo il mare، فقط از سلول خودش دریا رو میدیده. گویا آدمی بوده که حالا توی یک سلولی جا محبوس بوده و از سلول، از پنجره سلول فقط دریا رو میدیده. ed una casa bianca in mezzo al blu. و یک خانه سفیدی در آبی بیکران دریا. این mezzo al blu میتونیم آبی بیکران دریا ترجمهش کنیم. una donna si affacciava Maria. Una donna si affacciava. Il verbo è affacciarsi. خودشو نشون میداده، خودنمایی میکرده، یا از پنجره یا میومده تو حیات و به هر حال به یک طریقی این آقایی که در واقع در این سلول بوده او رو میدیده. il nome che le dava lui. ماریا اسمش رو گذاشته بوده و میگه il nome che le dava lui، در واقع اسمیه که او برای اون خانم انتخاب کرده و خب
نمیدونسته اسمش چیه که فقط اونو میدیده. برای همین گفته یک اسمی حالا من روش بذارم که بدونم چجوری این خانم رو در واقع مورد خطاب قرار بدم. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. میگه صبح ها اون پنجره رو باز میکرد، اپری و لفینست را الوی پنسا و کلا اکازا میه، و او فکر میکرد که به اونجا خونه منه، من به اونجا تعلق دارم، من باید برم و عجور شده اونجا زندگی کنم با این خانم ماریا. نه همه توی تخیلات در واقع این آقایی که اونجا زندگی میکرده توی اون سلول بوده. تو سرای لا میا کمپانیا Maria, una speranza e una follia. میگه تو سرای لا میا کمپانیا ماریا، تو همسر من خواهی بود، تو شریک زندگی من خواهی بود، و اون اسپرانسا اون فولیا، این در واقع یک امید واهی بوده، یک امیدواری و یک دیوانگی، یک امید واهی، یک چیزی که در واقع به حقیقت نمیپیونده، اون فولیا. E sognò la libertà e sognò di andare via via. Che sognò la libertà. واسهتون به این فعل سونیاره باشه بچه، اگر در پرزنت ایندیکاتیو باشه میشه یو سونیو، من دریم میکنم، من تخیل میکنم، تصور میکنم. ولی سونیو میگه سونیو، سونیو در واقع استرس روی سیلاب آخره و پساتو رموتو یه فعل سونیاره هست. او تصور کرد در واقع لا لیبرتا رو، آزادی رو، دی اندر ویا، این که داره از اونجا میره، اونجا رو ترک میکنه، اون سلول رو، و میره و به ماریا میپیونده. اون انلو ویده جا، و یک حلقه رو هم حتی میگه دیده بوده توی دستان ماریا، که این حلقه رو توی دستان ماریا کرده. ویده ایل پساتو رموتو دل وربو ودره. Sulla mano di Maria lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. میگه سکوت‌های عمیقی اونجا رو فرا می‌گرفته. چقدر این سال‌ها به درازا کشیده شدن. چقدر سخت می‌گذرن این سال‌هایی که این آدم اونجا محفوظه. محبوس. Parole dolci che si immagino. Parole dolci che si immagino. کلمات و یا جملات شیرینی که بین خودش و ماریا رد و بدل می شده و همه اینها رو هم داشته تصور می کرده. Questa sera vengo fuori Maria. Questa sera vengo fuori Maria. امشب دیگه میگه میام بیرون دیگه ماریا. میام و میریم با هم دیگه تایم میگذرونیم. Ti vengo a fare compagnia. Fare compagnia a qualcuno significa passare del tempo con qualcuno. میگه میام و باهات زمان میگذرونم. Gli anni stan passando tutti gli anni insieme. Gli anni stan passando tutti gli anni insieme. سالها دارن سپری میشه. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. میگه موهاش دیگه سفید شدن و خودش هنوز اینو نمیدونه در واقع. Dice sempre manca poco Maria. Dice sempre manca poco Maria. میگه همش اینو تکرار میکنه، میگه که دیگه چیزی باقی نمونده. Manca poco. دیگه چیزی باقی نمونده. دارم آزاد میشم و میام و این حرفا. Vedrai che bella la città. خواهی دید که شهر چقدر زیباست. یعنی با هم دیگه رفتن و این حرفا چقدر قشنگی و اینا بیشتر دیده میشه. E sognò la libertà. دوباره فعل سونیاره در پساتو رموتو. سونیو لا لیبرتا، سونیو دی اندر ویا. E sognò di andare via. Già
passati tutti gli anni insieme. قبل‌تر گفت لیام استن و پسند و توتی لیانی سیمه سالها داشتن سپری می شدن الان میگه لیانی سون پساتی یا سونو پساتی توتی لیانی سیمه دیگه رفت توی پساتو پروسیمو سالها گذشتن تموم شدن به اتمام رسیدن گذر عمر رو در واقع داره بهش اشاره میکنه ای سوی اوکی اورمای نون ودون پیو دیگه چشمانش هم از اون فروغی که برخوردار بودن برخوردار نیستن کم سو شدن چشمانش موهاش که سفید داشتن می شدن و الان چشمانش رو هم دیگه داره از دست می ده دیسه انکورا لا میا دونا سی تو دیسه انکورا لا میا دونا سی تو دیسه ایل پاساتو رموتو دل وربو دیره گذشته دور فعل دیره گفت یا می گفت که دیگه هم این رو هی تکرار میکرد که تو زن منی تو همسر منی به ماریا توی همون ایمجیناسیون خودش این داستان هیچ وقت پایان خوبی نمیتونه داشته باشه چون همون ابتدا اشاره میکنه اون اسپرانسا و اون فولیا اتفاقیه که اصلا به وقوع نخواهد پیوست پای فوسولو این متال بلو و بود تنها در آخر خودش رو تنها پیدا کرد در آبی بیکران دریا حالا یا خودش رو به آب انداخته یا منظور همون سلولیه که درش زندگی میکرده و هیچ وقت به ماریا نرسید این آقایی که در این سلول زندگی میکرده ولی خب اگر دقت کنید یک خط داستانی رو روایت طی میکنه از ابتدا تا انتها و خب برای زبان آموز آسونتره ببخشید برای زبان آموز آسونتره تا داستان رو در واقع دنبال بکنه و حالا کلمات و یا اصطلاحات جدیدی که توی ترانه هست رو هم از اون اخذ بکنه بیرون بکشه و اونا رو هم یاد بگیره اکثر کانتاوتوری ایتالیانی یا کسایی که خودشون ترانه‌های خودشون رو هم می‌نوشتن این گونه بوده ترانه‌هاشون که یک داستانی رو مثلا لوچو دالا که اکثر داستانایی هم که روایت می‌کنه مربوط به اشخاصی هستند که در زندگی خودش دخیل بودن، سهم داشتن و کارهایی کردن و به هر حال داستان‌های اونها رو به شکل ترانه روایت کرده. در اون صدای زیری هم که اون خانم داره میخونه میگه ونگودات ماری ونگودات ماری میام پیش تو ماریا من دارم میام به سمت تو خودم رو رها کردم به سمت تو ماریا و این ترانه اینجا به اتمام میرسه دوستان من پیشنهاد میکنم تا کامل ترانه رو هم حتما گوش بدید توی پلیلیست خودتون اضافه بکنید این پلیلیست رو هم من در کانال یوتیوب آپدیتش میکنم هر هفته و ترانه های مختلفی رو توش قرار میدم که بتونید از اونها استفاده بکنید اگر عضو کانال تلگرام نشدید همین الان لینکش رو این پایین مشاهده میکنید میتونید اونجا وارد بشید توی دسکریپشن هم براتون میذارم تست و ترجمه تست رو هم اونجا قرار میدم اگر دوست داشتید استفاده بکنید خوشحال میشم که سری به کانال تلگرام هم بزنید اگر ویدیو دوست داشتید یادتون نره تا ویدیو رو حتما لایک کنید دوست میشه تا ویدیو مقابل دید افراد بیشتری قرار بگیره و به بزرگتر شدن این کانال هم خیلی کمک ازتون ممنونم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم تا ویدیوی بعد آریودرچی